درود و شبتان بخیر. نوروز جشن باستانی که نوید بخش پایان زمستان و آغازگر بهار است. این جشن در افغانستان پیشینه کهنی دارد. این جشن زمانهای باستان تاکنون با شکوهمندی تمام در آریانای قدیم، خراسان باستان و افغانستان امروزی تجلیل می‌گردد. حال از این جشن بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان تجلیل می‌کنند، اما در افغانستان برخی دیدگاه منتقدانه دارند و تجلیل از نوروز را حرام می‌دانند. واقعا تجلیل از نوروز حرام است؟ من بیژن آریان هستم و در این برنامه پس از خبر در این مورد بیشتر با مهمانانم بحث می‌کنم. آقایان پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری استاد دانشگاه و آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار با ما هستند. خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. با شما آغاز میکنیم جناب استاد. چرا باید از نوروز تجلیل کرد؟ اجازه میدین که با یک شعر بفرمایید. اجازه از شما هست. مثلا نوروز است. حضرت حافظ سرمی که از کوه یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغی دل برافروزی. چو گل گر خرده داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. به بستان رو که از بلبل طریق عشق گیری یاد، به مجلس آی که از حافظ سخن گفتن بیاموزی. جناب آریان سپ به اجازه شما به اجازه بینندگان محترم، اول خو سال نو به تمام هموطنان ما چی در داخل و چی در خارج هستن تبریک میگم، به جناب شما و کارکنان تکنیکی شما و همه دوستایی که ما را میبینن. ما عرض کنم که پاسداری از میراث های فرهنگی وظیفه مبرم همه ملت ها، کشور ها و دولت هاست. یک ملت زبانی زنده میمانه زمانی میتونه که هویت خود نگاه کنه، که او به فرهنگ ملی خود ارج بگذاره و در پاسداری از او بکوشه. از جمله سنت های دیرین افغانستان یا به عباره دیگر میتونم بگویم که یکی از مهمترین رسوم و رواج و جشن های ملی و طبیعی مردم آریانا امی نوروز باستان است که 5695 سال قبل از امروز، البته همزمان با تأسیس بلخ به حیث بزرگترین شهر جهان، ام البلاد و قبة الاسلام، این تجلیل می شد با مراسم و مناسک خاصی. و در این میله باستانی که با فر و شکوه خاص آریایی برگزار می شد، در این مراسم نه تنها آحاد مردم آریان شرکت می کردن، بلکه از اقصی نقاط چین و ترکستان و هندوستان و سایر نقاط عراق و شام و شامات هم پادشاهان از اینا می آمدن و در اونجا در حوالی معبد نوبهار این جشن برپا می شد، میله گل سرخ برپا می شد و سایر رسوم و رواج و مناسکی که بعدا خواسته باشیم. اگر در مورد جغرافیایی که حالا قلمرو نوروز در روز گسترده بود، چه مناطقی را احتوا می کرد؟ اگر از به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بگوییم که بیش از 3000 سال قبل از امروز در مناطقی از بالکان، شبه جزیره بالکان، همین کروشیا و سلوونیا اینا که است، بحیره سیا، آسیای مرکزی، خاور میانه و باز نقاط دیگه جهان ای گستره داشت و پهنا داشت و ای برگزار می شد. اما خواستگاه ای جشن باستانی و ای جشن با عظمت آریایی امی بلخ شریف است و نخستین
میلی عنعنوی در تاریخ جهانم از لحاظ شکوهمندی و عظمت معنویش، من فکر میکنم که امی میلی نوروز و تجلیل از طبیعت بهار است. اما جناب استاد، حالا برخی به این باور هستند که تجلیل نوروز غیر اسلامی هست از یک طرف، و از طرف دیگر باورشون به این هست که این جشن آتش پرستان هست و نباید یک مسلمان از نوروز تجلیل کنه. چقدر هم باور هستین در این مورد؟ خدمت شما عرض کنم، بار می مسئله از طریق می تریبون عرض کردیم خدمت تمام مردم افغانستان. او برادرایی که به این فکر هستند به خطا رفتند. اول جشن نوروز 5694 سال قبل ایجاد شد توسط یما، اما دین زردشتی 1000 قبل از میلاد پایه‌گذاری شد و دین زردشتی دین آتش پرستی نیست، بلکه آتش از مقدسات است که او در آیین ویدی هم بوده که به نام آگنی ما آتش میگیم، که امروز در هندوستان موشکای قاره‌پیمای خود به می عنوان مسما کردن، در حالی که نام از بلخ وجه رفته. دوم، نوروز به هیچ یک از ادیان ارتباط نداره و در او وقت نه دین اسلام بود نه دین مسیحی بود، و ما حدس میزنم که بعضی ادیان آسمانی دیگه هم نبوده باشه. بنابراین این مسئله را که شما لطف کردین، سوال کردین، این جریان یک جریان استخباراتی است که از میکنم حدود 30 سال به این طرف این بسر زبان هاست که گویا نوروز حرام است. اما قبل از 30 سال همه علمای دین شاهد هستند که در سر تا سر افغانستان و جهان اسلام هیچ کسی تا به امروز نوروز نفی نکرده. بنابراین یکی از اهداف استخبارات منطقه است که افغانستان از طرق مختلف خل فرهنگ بکنه. از یک طرف بت‌های بودای 55 متری که نمادی و سمبولی از عظمت معماری افغانستان که در تاریخ به این شکل کسی تا حال نساخته از لحاظ انجینری، او را باید سرنگون بکنه که دیگه جلب و جذب توریسم بامیان قوت خود از دست بده و دیگه فرهنگ افغانستان ضعیف شوه. یک کشور زمان سرش میتواند محاکمت قایم کنه که فرهنگش را نابود کنین و ضعیف کنین. بنابراین خلفای بغداد از این استقبال کرده، همه علمای اسلام از این استقبال کرده، همه شاهنشاهان افغانستان و سایر کشورها از این استقبال کرده، و اونا مسلمان بودن، اونا عالم بودن. حضرت مولانا به اندازه حضرت مولانا گمانه کنم در روی کره ارض امروز عالم دین پیدا شده که از او کده بفهمه که او به نوروز اعتقاد داشت. ممنونتون. آقای پریانی، بیش از 10 سال است که برخی ها نوروز را حرام میدونن، اما قبل از او حتی از نوروز تجلیل میشد. در زمان طالبان حتی با وجودی که طالبان حرام گفته بودن نوروز را، مردم از نوروز تجلیل میکردن. واقعا چه جریان داره؟ چرا اینچنین ذهنیت های در این دهه اخیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب استاد، سلام به بینده های عزیز و با عرض تبریک به پیشواز سال 1395 و نوروز، عرض کنم که مخالفت با نوروز در سالهای پسین بیشتر جنبه سیاسی داره. سخنان بسیار مهمی را استاد در اقتصاد مطرح کردن. من با تایید حرفهای استاد و با ادامه حرفهایشان بعد عرض کنم که اصل مسئله کاملا سیاسی است و در دوران طالبان که ما بچه های خورد هم بودیم بیاد داریم که نوروز حرام خوانده شد. حتی ما هم به عنوان بچه های او زمان متاثر شده بودیم از این قرائت، اما زود متوجه شدیم که یک حرکت سیاسی است، چون طالبان در پی از بین بردن یک تمدن بزرگی سرزمین بوده و حالا هم ما در ادامه امو برنامه قرار داریم. بحث نوروز حالا از مباحث بسیار مهم برای یک حلقه خاص سیاسی و یک حلقه خاص مذهبی است. حلقه خاص سیاسی که
حالا مناقشات فرهنگی در جامعه مد نظر دارن و حلقه خاص مذهبی که قرائت بسیار مرتجعانه و سخت و خیلی خشک از اسلام دارن که شاخه های از سلفی ها هستن که در افغانستان فعال شدن. ما به صراحت میتونم بگویم که برخی از کسان زیر نام عالم دین یا زیر نام پربار و با عظمت ملا در 12 ماه سال معاش از یک جای خاص دریافت میکنن تا در 12 ماه سال یک روز حرف بزنن و در روز نوروز حرام قلمداد بکنن. ریشه مسئله ای که اینا مطرح میکنن یک حدیث بسیار ضعیف نقل شده از حضرت پیامبر اسلام است که او حدیث از طرف محدثان بسیار بزرگ عالم اسلام از جمله ابن حجر عسقلانی و دیگه بزرگان عرصه حدیث به دلایل مختلف رد شده و راوی اون حدیث هم شخص بسیار با اعتباری در نزد علمای جرح و تعدیل حدیث نبوده، یا حالا با ادبیات علمای دین و محدثان اگر در این زمینه صحبت کنیم. و ما حاضر هستیم که در یک بحث علمی در این زمینه با هر عالم دینی که بخواهد در این عرصه خاص صحبت بکنه صحبت داشته باشیم. ما در چند روز صحبت علمای را در تلویزیون ها شنیدم که در مخالفت با نوروز حرف می زدن و می دیدم که چقدر بنیاد سخنانشان سست و بی‌پایه است. ما برای حلال پنداشتن یک امر و یا برای حرام خواندنش نیاز به صراحت در نصوص اولیه خودمان داریم که این نصوص اولیه قرآن کلام خدا و حدیث متواتر و معتبر پیامبر اکرم است. متاسفانه که خوشبختانه در قسمت نوروز برای حرام خواندن نوروز نه در قرآن آیت وجود داره حتی اشارتن و نه هم در حدیث اشاره برای حرام بودن نوروز شده، برعکس آنچه برخی از علمایی که مسئله را درست نمیفهمند در قرآن خداوند توصیفات بسیار جانانه از بهار داره که ما میبینیم توجه خداوند به بهار و ارائه مفهوم از بهار برای بندگانش این برای ما میرسانه که ما حداقل روز اول بهار بتونیم با عظمت تجلیل بکنیم. و از جانب دیگه همون رقمی که استاد گفتن بنیاد نوروز هزاران سال قبل از هر آیین در سرزمین و در وسعت از جهان بوده که نمیشه او را ما امروز حرام قلم داد. حالا آقای پریانی، سوالی که مطرح میشه، برخی شهروندان میپرسن که انتحار کردن حرام است و یا هم تجلیل از نوروز. شما من حیث یک روزنامه‌نگار باورتون چه هست؟ دقیقا انتحار یک عمل مطلق حرام است و در او افراد متاسفانه کم عقل و کم خان و معلول ذهنی را اینا جمع میکنن، بالای روان از او بیچاره ها کار میکنن، حالا از خب با رشد قابلیت های تکنولوژیکی و بلند رفتن ظرفیت های علمی انتحاری ساختن یک آدم آگاه هم بسیار ساده است. از این لحاظ اینا از انتحار به عنوان یک مرمی که زود حالا بسیار بسادگی ترتیب و ترکیب میشه در مورد استفاده میکنن و کسی هم متاسفانه جرأت نداره در این زمینه حرف بزنه. اما هر دو را که نمیشه در یک پلی ترازو، برخی شهروندان به بار هستن که نمیشه هر دو را در یک پلی ترازو قرار داد. نوروز تا انتحار کردن خیلی ها فرق داره. ببینین من نمیفهمم، هیچ عقل سالمی وجود نداره که نوروز حرام قلم داد بکنه. اشاره به حدیث هم که میکنن و او حدیث واحد است، یعنی اعتبار بسیار پایین داره. فقط یک نفر گفته ما از پیامبر اکرم شنیدیم، دیگه هیچ نوع روایتی از او نداره، یعنی کدام گروهی او را روایت نکرده که قابل توجه. یک فرد گفته، حالا فردی که راوی او صحابی بزرگوار است در نظر محدثان اعتبار نداره. بنابراین از این احادیث ضعیف ما هزاران داریم در حدیث شریف که علما او را جمع کردن نوشتن. انواع حدیث را ما داریم که در اینجا جایش نیست بحث کنیم. فقط میخواهیم بگویم که ذهن بیمار مخالف خوشی هاست، ذهنی که تهجر پرست است، ذهنی که فقط به سیاهی ها رو می آورد مخالف حالا شاد زیستن و سلامتی است. کسانی هم که من میشناسم صحبت میکنم اینا دارای یک ذهن بیمار هستند، ذهن سالم متاسفانه ندارند. و آنچه در باب
او بنیادی که برای با استناد به او میخواین نوروز حرام بخوانند میخواین بگویم ایست که شرح حدیث توسط یکی از محدثان بزرگ به نام ملا علی قاری 1100 سال بعد از روایت حدیث صورت گرفته. در متن حدیث که شما میرین میگن که پیامبر اکرم دیدن که در مدینه دو روز را مردم بازی میکردن و ساعتری پیغمبر گفت چرا این کار را میکنین؟ گفتن از دوران جاهلیت ما این دو روز جشن میگیریم. پیغمبر گفت به جای این دو روز خداوند روز بهتر از عید فطر و عید اضحا را برای شما فرستاده. یعنی شما میگین رد نکرده؟ یعنی در اینجا نه از لحاظ تاریخی نوروز در عربستان تجلیل میشده و نه هم از لحاظ فرهنگی و مردم با نوروز مفهوم نوروز آشنایی داشته و نه هم در لفظ حدیث که ولو متواتر باشد که حالا یک حدیث بسیار ضعیف و واحد است، در لفظ از این حدیث از نوروز اصلا نام برده نشده. و علمایی که در زمینه تحقیق کردن میگن که این اتفاقی که اونجا اگر فرض کنیم که روایت درست باشه افتاده باشه مصادف بوده با ماهای مثلا سرطان یا میزان احتمال داده که اونجا اصلا نوروز وجود در روزمان نداشته. بنابراین بحث چسباندن نوروز به این حدیث واحد ضعیف در واقع 1000 سال بعد از روایت حدیث صورت گرفته توسط یکی از محدثان که میشه گفت حالا با توجه به 300 سال اخیر 400 سال اخیر معاصر یا متأخرین، محدثان متأخر در زمینه صحبت کردن و اونا احتمال دادن که احتمال میره که این دو روز یکیش نوروز بود و یکیش مرجان. حالا با احتمال یک فرد عادی 1000 سال بعد از زمان پیامبر ما بیاییم و یک روز بسیار با یک روز خدا را حرام بدانیم، این شکل نمیپذیره و باید در زمینه چون مفهوم بحث سیاسی است، کسان از بر بنیاد نفهمیدن این حرف میزنن و کسان هم بر بنیاد پول در آوردن. واقعا آقای پنشیری اینجا مسئله پول و نفهمیدن در میان است یا آنانی که حالا صد واقع میشن در برابر تجلیل از نوروز بیمار هستند؟ آنچه که آقای پریانی میگه، من فکر میکنم پریانی سب کافی اندازه توضیح داد، اما باور شما من حیث یک استاد دانشگاه و من حیث کسی که آگاهیتون بیشتر از در این مورد چی میگه؟ خدمت شما عرض کنم که سن و سال من نسبت به شما زرگ بیشتر است. من در طی عمر خود 43 سال به پانتون کابل بایست خدمتگار کار کردیم، بایست مدرس و سالهای دیگه هم به مکتب. من هیچ یاد ندارم که از زبان کدام ملاه مسجد خود و یا علمای دین شنیده باشم که نوروز حرام است. من خدمت شما عرض کردم که فکر میکنم حدود 30 سال شاید شده باشه از این گپ، 3-10 گذشته که اید معاویل دولت اسلامی زم یک یاد کسایی که از پاکستان آمدن در مساجد برای تبلیغ و یک تعداد افرادم بردن امرای خود به چای باز کسایی را که زیر تاثیر بردن از فامیلا، از امو وقتی شروع شد و از خان مردم منحرف ساختن، یک تعداد را متقاعد به این ساختن که گویا ای در اسلام من است. من خدمت باز عرض می کنم که یک چیز بسیار نو است و زود گذر است. من یقین کامل دارم که شاید اون کشوری که این کار را می کنه بالاخره از این کار خود ندامت بکشه و این جای را هم نمیگیره. علمای دین ما شکر همگی طوری که جناب پریانی سب گفتن اونا میفهمن احادیث ثقه و احادیث جعل و علمای ما این مسئله خب از هان بعض کسا را شاید مشوش بسازه. اما جناب استاد سوالی که حالا مطرح میشه، نقش شما در اینجا بسیار برخی از کسانی که حالا مفتی هم هستن و فتوا میتن در اکثر موارد دیده شده که انتحاری را یا انتحار کردن را و تجلیل از نوروز را در یک پلی ترازو قرار دادن. دیدگاه شما حالا باز هم چه هست؟ آیا میشه انتحار کردن و تجلیل از نوروز را در یک پلی ترازو قرار داد؟ خب امکان ناپذیر است. عمل انتحار خب به هیچ وجه مشروعیت در اسلام نداره و کشتن خود و قتل نفس، ولی این با تجلیل نوروز که بزرگترین افتخار فرهنگی وطن ماست، این اصلا هیچ نمیشه که آدم مقایسه بکنه و این اختلاف ازی از زمین تا آسمان است و هیچ پیوندی و هیچ شباهتی به هم نداره که این مقایسه بکنه. مسئله انتحار گپایی است که مربوط میشه به یک پروژه بزرگی که در افغانستان روان است
متاسفانه از صفای قلب و تینت پاک و اعتقاد راسخ یک تعداد افغانای ما متاسفانه استخبارات استفاده میکنه، اونا را به اصطلاح انگلیسی برین واش میکنه، ذهنشان را شستشو میکنه. اونا نمیفهمن ای کاش دوباره اگر زنده شوه با دوباره انتقام خود از کسی که روانش کردن میگیره. متاسفانه این با هم هیچ ارتباطی نداره و نوروز نوروز است و ملل متحد هم در سال 1388 در 64مین مجمع عمومی خود تای صدور یک قطعنامه ایره به جشن بین المللی اعلان کرد و رسمیت جهانی پیدا کرد و بنابران ای هر 4 سال بعد در یکی از کشورهای عضوی برگزار میشه. ما مطمئن هستم که این تبلیغات تأثیر نمی کنه و هر کسی که اگر افغان است از این خاک است ایره بدانه که فرهنگ پربار معنایی ما یکی از ویژگی هایش، یکی از اجزایش امی است. اگر ما از این منکر شیم از بسیار چیزهای دیگه هم باز منکر میشیم، بنابراین ما بیهویت میشیم و خداوند هیچ ملت بیهویت نسازد. ممنونتون. آقای پریانی، چقدر میتونه تجلیل از نوروز در زمینه همگرایی منطقوی افغانستان را کمک کنه؟ حالا کشورهایی که نوروز را تجلیل میکنن یکی دو کشور نیست و بیش از 300 میلیون نفر ایراد سراسر جهان تجلیل میکنه. اما پیش از پرداختن به این سوال مهم شما میخوایم یک اضافه کنم که برخی از علمای دینی یا طلبه های عرصه علوم دین زمان که میگن نوروز مانده از فرهنگ زرتشتی است، این نکته را باید بدانن که اون نوروزی که من حیث یک عبادت زردشتی ها که بر بنیاد برخی روایت ها اگر وجود داشته باشه که احتمال ضعیف هست، یا میشه گفت زردشتی هایی که از نوروز به عنوان یک نماد مذهبی خودشان استفاده می کردند، به عنوان عید مذهبیشان استفاده می کردند، حالا با هر رویه او روزی بود که مثل اعیاد مذهبی ما در اوقات مختلف سال می چرخید و می آمد، گاهی در زمستان تجلیل می شد، گاهی در خزان تجلیل می شود، گاهی در تابستان، گاهی هم در میانه بهار و این رقم در حال گردش بود و آتش روشن می کردن دقیقا و آتش پرستش می کردن. اما حالا مسئله آتش که نیست. خب حالا اگر ما بحث سر دین زردشت و ماهیت صحبت کنیم، یک بحث جداست که دین زردشت آتش پرستی نبوده، بعدها که به انحراف کشانده شده آتش پرست شده و دین زردشت از ادیان یکتاپرستی بود در همون عصر زمان خودش، شاید یک دین خوب بوده که پیش از اسلام بوده و زمانی که اسلام آمد دیگه تمام ادیان منسوخ کرد و دین اسلام دین جامع و کامل و هر دینی که پیش از اسلام بود او در واقع با تاریخ پیوست و دین زردشت تاکید بر گفتار نیک و پندار نیک و رفتار نیک داشته. ارزش هایی که در هر دین وجود داشته، چه در دین زردشتی، چه در دین یهودیت، چه هم در دین مسیحیت، ارزش های خوب در دین اسلام حفظ شده. ما داریم مشترکات را که در یهودیت هم هست، در اسلام هم هست، در مسیحیت هم هست. یه ارزش های خوب. از جمله وحدانیت یکی است که در همه ادیان حضور داشته و برخی از عملکردهایی که در ادیان مختلف مثبت و خوب بوده هم حفظ شده. در هر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که شما وقتی که به یک فرهنگ یا تمدن مواجه میشین چیزهای خوبش را بگیره. این وجود داره. اما آنچه که به عنوان نوروز اگر در به عنوان یک عید مذهبی در دین زردشتی هم وجود داشته، او این نوروزی که در آغاز فصل بهار است با جدا شدن طبیعت از یک یخبندان زمستان و پا گذاشتن به فصل رویش بهار نیست. ما در واقع یک جشنی را برگزار میکنیم که ای به شکل طبیعی با پیدایش آفتاب زمین در واقع به وجود آمده. یعنی حتی پیش از جمشید این جشن نوروز وجود داشته. اما اگر به بحث همگرایی اگر خیلی کوتاه بپردازیم، مثلا من یکی از دشمنی هایی که با نوروز میشه امی عظمت و گسترده است که نوروز در جغرافیای بزرگ داره و اون خاطر میخواین که نوروز به عنوان یکی از عامل همگرایی منطقه‌ای هم نباشه. اما نوروز به عنوان یک پدیده طبیعی و به عنوان یک پدیده حالا عرفی و به عنوان یک پدیده که با هستی رابطه داره، متعلق به هیچ دین و آینی نیست، میتونه در همگرایی های منطقه یکی از عوامل و متغیرهای بسیار تعیین کننده باشه که افغانستان میتونه جایگاه بسیار محوری را
دری استفاده داشته باشه. و ما میگم که زمانی که نوروز اگر به عنوان یک دین ببخشید به عنوان یک جشن طبیعی و یک جشن فرهنگی که حالا بر روایت تاریخی از دوران جمشید آغاز میشه، به ایران قدیم که حوزه بسیار وسیع گسترده‌ای داشت برمیگرده که مرکز او افغانستان و بلخ بود. بنابراین مادر امور رقمی که مادر زبان فارسی افغانستان است، به اجازه جناب استاد، مادر همه ارزش‌های فرهنگی منطقه هم در واقع افغانستان است، بخصوص نوروز. مخصوص نوروز. اما اونایی که مثل ایران امروز در قسمت حفظ از فرهنگ کار کردن و تلاش کردن، واقعا زحمتشان جای ستایش داره. اما مردم افغانستانی را باید بدانند که فرهنگ گران سنگ است، ارزش بزرگ تاریخی طبیعی که خداوند نصیب مردم کرده که نشان از حسن دوستی و صمیمیت داره، و این را نباید کسان با کچ قرائتی ها و سیاه نمایی هایشان را نفی بکنند. ممنونتون جناب استاد. حالا اگر در یک جمله خیلی کوتاه بگیریم، بگین که چه باید شود به خاطر نهادی نشدن فرهنگ نوروز و معرفی شدن بهترش؟ من فکر میکنم که کار شما است، خود شما این سوال جواب اگر بتین بهتر است. واقعا میدیا در اینجا بسیار نقش برازنده داره. دیگه استراتژی فرهنگ ملی یک کشور حکم میکنه که او ارگانی که ممنون زیرک میباشه به این مسئله، مخصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ، مخصوصا دانشگاه های افغانستان، پوانتون های افغانستان، علمای علوم اجتماعی، اینا فریضیشان است که برای نهادین ساختن فرهنگ تجدید از نوروز باید خدمت بکنه. لطف کردین آقایان پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد دانشگاه و نظری پریانی روزنامه‌نگار، از حضورتان. و برنامه پس از خبر امشب ما هم در همین جا پایان رسید. تا دیدار بعد، الله حافظ.